بهداشت روان. با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان شبکه آینه، من دکتر عباس آزادیان هستم و از تورنتو در کنار شما عزیزان. خوشحالم که یک هفته دیگه با شما هستم دوباره و خوشحالم که امکان برای ما بوده که برنامه تهیه کنیم از سلسله برنامه های خودمون در چارچوب سلامت روان و خدمت شما ارائه کنیم. همونطور که میدونید هدف ما از این برنامه ها نگاه به زمینه های مختلفیه که میتونه سلامت روان فرد یا جامعه رو آسیب پذیر بکنه و نگاه داریم به اینکه چه کارهایی میشه کرد که سلامت روان فرد بهتر باشه و سلامت روان جامعه بهتر بشه. من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، چون که معمولا وقت نمیشه در انتهای برنامه در این مورد صحبت کنیم، دوست دارم که یادآوری کنم که تمام برنامه‌هایی که در شبکه آینه تولید میشه به وسیله عزیزان داوطلب تولید میشه. دکتر حسین ثانی و خود من که الان حدود 3 ساله که در کنار شما عزیزان هستیم، هر هفته با شور و شوقمون با میل این کار رو داوطلبانه میکنیم، چون که هم موضوع مورد بررسی رو دوست داریم و همین که دوستدار شما عزیزان هستیم و آرزومند سلامتی شما عزیزان هستیم. همچنین کسانی که در پشت صحنه این برنامه رو تهیه میکنن این امکان رو به ما میدن که این برنامه ها رو در اختیار شما قرار بدیم و واقعا بودن شما با ما، نگاه کردن این برنامه ها تشویقی برای ما که ادامه بدیم، همونطوری که تو این 3 سال ادامه دادیم و سعی کردیم که هر هفته در کنار شما باشیم و هر هفته برنامه جدیدی رو برای شما تهیه کنیم. این چند هفته و در واقع این چند ماه تکیه ما و برنامه ما بیشتر در رابطه با تأثیرات روحی روانی جنبش زن، زندگی و آزادی روی افراد بوده، روی افرادی که در مبارزه شرکت دارن، روی افرادی که از دور مثل خود ماها از دور شاهد این مبارزه هستیم و نگران کشور هستیم، نگران مردم هستیم. به مسائل مختلفی که تو این چارچوب پیش اومده سعی کردیم بپردازیم. در مورد خستگی افراد صحبت کردیم، در مورد نحوه حفظ سلامت روان تو این شرایط دشوار صحبت کردیم، چند برنامه در مورد شکنجه داشتیم، در مورد نحوه شناسایی افرادی که شکنجه شدن و نحوه کمک به اونها، در واقع شناسایی عوارض بیماریشون و نحوه به کمک به اونها داشتیم، و در مورد خودکشی و میل به خودکشی و نحوه کمک به کسانی که این میل به خودکشی رو ممکن داشته باشن برنامه های دیگه ای داشتیم. یک چیزی که ذهن منو تو این چند هفته واقعا مشغول کرده بود مسئله مجازات اعدام. میدونیم که یکی از روش هایی که جمهوری اسلامی استفاده کرد برای سرکوب این مبارزات استفاده از اعدام بوده. تا اونجایی که من میدونم و عزیزانی که امروز با ما هستن حتما تصدیق میکنن اگر من اشتباه میکنم، تا حالا 4 نفر به خاطر شرکت در این تظاهرات، در این جنبش اعدام شدن و تعداد دیگه ای از عزیزان هستن که در خطر مجازات اعدام هستن. فکر کردم که بهتره که برنامه هایی داشته باشیم در مورد مسئله اعدام، مجازات اعدام به طور کلی و در شرایط خاص ایران به طور اخص صحبت بکنیم. به همین خاطر در کنار دوست همیشگی هم دکتر حسین ثانی که این 3 ساله در کنار هم با هم این برنامه ها رو تهیه کردیم، آقای حسین رئیسی عزیز رو دعوت کردم که در کنار ما باشه و تو این برنامه ما رو از زاویه حقوقی یاری کنه و از زاویه حقوقی مسائل رو بررسی کنه. حسین عزیز رو احتیاج به معرفی در واقع نیستون که چندین بار توی برنامه‌های قبلی ما هم بوده، ولی به هر حال عزیزان حتما میشناسنشون. آقای رئیسی توی ایران وکیل و وکیل دادگستری و حقوقدان بودن و از وقتی که در کانادا تشریف دارن
استاد دانشگاه کارتون هستند در اتاوا و بنیانگذار مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان. حسین عزیز خیلی خوش اومدید، ممنون که این هفته هم با ما هستید. اجازه بدید که شما عزیزان سلام علیکی داشته باشید با بینندگان و شنوندگان تا من سوالام رو از شما عزیزان مطرح کنم. دکتر ثانی عزیز بفرمایید. درود فراوان بر شما شنونده ها و بیننده های عزیز آینه، کسانی که همیشه همراه ما هستید و ما رو تشویق کنید. امیدوارم که این زمستان سرد رو، چالش زمستان سرد رو به سلامتی ازش عبور کنید و بهاری متفاوت رو با هم دیگه زندگی کنید. مرسی آقای رئیسی عزیز. منم سلام میکنم خدمت شما و همه کسانی که ما را میبینن یا میشنون. تشکر میکنم از بنیاد محترم آینه و همچنین از شما آقای دکتر آزادیان و دکتر ثانی که دعوت کردید و بسیار بسیار خرسندم که بخوایم در رابطه با مجازات اعدام که موضوع بسیار مهمی است و این روزها هم متعاقب شروع انقلاب زن زندگی آزادی پس از قتل جینا مهسا امینی، یکی از موضوعات مهم جامعه ما تبدیل شده، جایمون داره که به این موضوع از آقای مختلف پردازیم. سپاسگزارم از انتخاب این عنوان و ممنون از شما که در کنار ما هستید. حسین عزیز، دکتر ثانی عزیز، اجازه بدید از شما شروع کنیم. به هر حال چون ما میخواییم مطلب رو درک بکنیم از لحاظ زوایای مختلفش، یه اشاره ای به تاریخ مجازات اعدام به طور کلی داشته باشید. به نظر میاد که از ابتدای تاریخ مجازات اعدام همراه ما بوده، حتی در کتیبه ها و نوشته هایی که از 4000 سال پیش هم مونده به نظر میاد که این مجازات اعدام بوده. یک اشاره به این تاریخ مجازات اعدام به طور کلی در دنیا داشته باشید، بفرمایید. ممنون عباس جان. بله، به نظر میاد وقتی که انسان در واقع انسان شده، به صورت جمعی جامعه تشکیل داده، با هم زندگی کردن، قوانین رو برای بهتر زندگی کردن بین خودشون تعریف کردن. مجازات اعدام به عنوان یک در واقع مجازات برای متخلفین تعریف شده بوده. آنچه که ما داریم به صورت نوشته، اونچه که من لااقل دستیابی بهش پیدا کردم، اولین قانون در واقع حمورابی هست که در بابل جاری بوده حدود 2000 سال 1800 سال قبل از میلاد، که میشه گفت که جزء اولین قوانینی هست که بشر نوشته برای اداره یک جامعه. و تو اون قانون خب خیلی معروف، قانون چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان، جان بوده. و برای این موارد، در واقع برای مواردی که به خصوص کسی کسی رو میکشت، مجازات اعدام یعنی کشته شدن متقابل بود. سالها بعد توی یونان باستان هم باز قانون مدونی رو ایجاد کردن و اعلام کردن برای مجازات اعدام، که اونجا در سه مورد در واقع مجازات اعدام انجام می شد. یکی در برابر قتل عمد، یکی در برابر خیانت به کشور، و یکی هم در برابر در واقع آتش افروزی عمدی که منجر به خسارت های زیادی میشه. مجازات اعدام در واقع آقای رئیسی بهتر تعریف خواهند کرد، معناش اینه که یک قانونی وجود داشته باشه و متهم به اعدام وارد دادگاه بشه، مراحل دادگاه رو طی کنه، توسط دادگاه متهم به در واقع محکوم بشه به اعدام و یعنی از بین رفتن. خب شکلهای مختلفی رو بشر تجربه کرده از اعدام و همچنین موارد مختلفی رو توی دوره‌های مختلف اضافه شده به مجازات های اعدام، یعنی مواردی که اعدام بهش تعلق میگیره. ولی به نظر میرسه قوانین اولیه بشر در واقع همون مجازات برای کشتن کسی برابر بود یا مستحق مجازات اعدام بود. ولی الان موارد حتی در قرن 21 در کشوری مثل ایران موارد بسیار متعددی داریم که متاسفانه
قاضی میتونه توی دادگاه حکم اعدام صادر بکنه. خیلی ممنون حسین عزیز. آقای رئیسی عزیز، شما اگر دوست دارید چیز اضافه کنید به این مسئله تاریخچه. چیزی که از خود شما میخوام بپرسم اینه که خب خیلی از کشورهای دنیا شروع کردن به لغو مجازات اعدام، فکر کنم یک جنبشی بود که از اواخر قرن 17 شروع شد در ایتالیا، در فرانسه، در انگلستان و تا حدودی در آمریکا و بعد گسترش پیدا کرد. غیر از نکاتی که اضافه میکنید به صحبت‌های دوستان عزیز، میخواستم در مورد گستردگی مجازات اعدام در جهان امروز صحبت کنید. میدونیم بعضی از کشورها مجازات رو لغو کردن ولی هنوز در خیلی از کشورها مجازات اعدام وجود داره. بفرمایید. خواهش می‌کنم. همونجوری که جناب دوستانی اشاره کردن، مجازات اعدام از گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه عمدتاً قانونگذاران حاکمان بودن، حاکمان هم هر کسی که مزاحمت بر سر راهشون بوده از بین می‌برده. بعد خوی انسان پیش از تمدنی هم خوی از بین بردن رقیب بوده و این خاطر سعی می‌کرده همونجوری که با حیوانات رفتار می‌کرده با خودش هم رفتار می‌کرده. ولی به تدریج که تمدن‌های مختلف شکل می‌گیره، علاقمندی برای این که انسان بیاد به سمت عشق، شفقت و انصاف شکل میگیره. برای اولین بار گفته میشه که در محل این اوکراین کنونی یک تمدنی حدود 800 سال پیش بوده که اونجا مجازات اعدام لغو کرده بودن، نداشتن مجازات اعدام و در بعضی از قبائل انسانی هم چنین بوده که با حمله مغول اون تمدن از بین میره. پس از اون همینجوری که شما اشاره کردید، از حدود قرن 16-17 چنین بوده. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین اولین کشورهایی بودن که از جمله ونزوئلا اتفاقا که بعداً البته دوباره مجازات اعدام برگردونده، بیشتر از 100 سال پیش، یا سن مارین که شهر کشور کوچیک هست در قرن 15 حتی مجازات اعدام لغو کرده. ولی به طور مشخص لغو اساسی مجازات اعدام از زمانی بود که بحث حقوق شخصی، حقوق فردی تقویت شد و متعاقب جنگ جهانی دوم بود که بحث حقوق بشر وارد گفتمان حکومتی، سیاسی و حتی فلسفی شد. اگرچه حقوق بشر از گذشته دیرتر وجود داشته ولی به تدریج حقوق فردی اومد قوت گرفت و این فکر به وجود اومد که اساسا انسان نباید انسان رو از بین ببره و مسئله این که چرایی اون هم مورد سوال بود، برای این که وقتی از بین میبرید دیگه امکان بازگشتی وجود نداره. به همین خاطر اولین کشورها در واقع در اروپا بودن که پرتغال در سال 1976 اولین کشور بوده در دنیا که صورت حقوقی قانونی لغو کرد و متعاقب اون کشور مختلف از جمله فرانسه در سال 1981 این کار رو میکنه. فرانسه به دلیل اینکه انقلاب بزرگی رو پشت سر گذارنده و منشه بسیار تحولات بوده، حاز اهمیت بود لغو مجازات اعدام، برای اینکه فلاسفه بزرگ هم مثل میشل فوکو داشته که به شدت مخالف مجازات اعدام بوده و افکارش بسیار حاز اهمیت هست، افکار فلسفی اون در این رابطه. و گستردگی امروز رو اگر بخوام اینطور روشن بگیم، در حال حاضر بیشتر از 85 کشور دنیا قانونی لغو کردن و جمعاً 144 کشور دنیا اساساً مجازات اعدام رو اجرا نمی کنن یا قانوناً لغو کردن چنانچه اشاره کردم و اجرا نمی کنن. تعداد اندکی از کشورهای دنیا مجازات اعدام الان اجرا میکنن در حاضر که عمدش بر ایران بالاترین آمار داره بر اساس جمعیت، چون مجازات اعدام را بر اساس حد 100,000 نفر، یک بر 100,000 نفر در دنیا طریقه آمارگیری و محاسبش است و چین پس از ایران قرار میگیره با اون جمعیت وسیعش، عربستان سعودی، پاکستان، عراق، بعضی از ایالات‌های امریکا، ژاپن از کشورهایی هستن که باز دموکراسی دارن ولی مجازات اعدام هم دارن. اما
مجازات اعدام به شدت مخالفین جدی داره در جهان و ما به این موضوع مخالفت جدی با اون به خصوص که روز به روز بیشتر بهش پرداخت میشه خواهیم پرداخت. و یک نکته فقط من به عنوان یادآوری بگم که وقتی ما اینجا از مجازات اعدام حرف میزنیم منظورمون مجازات قصاص هم هست و جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه قصاص اعدام نیست، در حالی که غلط. این هر مجازات وارده بر بدن که باعث سلب حیات میشه، همون که در انگلیسی کپیتال پانیشمنت میگن، در حقیقت مجازات اعدام هست. اگر چه قصاص اتفاقا شق بسیار ابتدایی تر و انتقام آمیزترش هست که اساسا مردم هم شریک میشن در خونریزی، و از این نظر ما هرچی اینجا صحبت از اعدام میکنیم قصاص هم مشمول همه این گفتگو چه از نظر روانشناسی چه از نظر حقوقی و حقوق بشری میشه. خیلی ممنون آقای رئیسی عزیز. دارن دکتر عزیز، میخواستم در مورد همین مسئله از شما بپرسم، در مورد مجازات اعدام، گستردگی مجازات اعدام در ایران و شرایطی که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته که طبیعتا ما رو میرسونه به اعدام های اخیر. یه اشاره مختصری داشته باشید، طبیعتا برمیگردیم و به شکل وسیع‌تر اینا رو بررسی خواهیم کرد، ولی یه اشاره داشته باشید به گستردگی اعدام در ایران، چه در گذشته و چه در حال. بله، ما متاسفانه خب ایران جز کشورهای پیشرو برای اصلاح قضایی و لغو قانون اعدام نبوده. قبل از انقلاب هم قانون اعدام حاکم بوده، منتها مواردی که اعدام محکوم می شدن متهمین کمتر از بسیار کمتر بوده، یعنی موارد اون جرائم در واقع. و من گشتم نتونستم آماری رو پیدا کنم که بتونم مقایسه کنم. آقای رئیسی شاید این آمار رو دستش یافته باشه بعد از انقلاب، ولی خب آمار رسمی واقعا جز مواردی است که حکومت نمیده یا اینا رو به یه نحوی حذف میکنه، مثل قصاص رو از اعدام جدا میکنه، شاید تعداد اعدامین رو کمتر کنه، یه سری اعدام‌ها رو مخفی انجام میده، بخصوص اعدام‌های سیاسی رو اعلام نمیکنه. اینه که گستردگیش خیلی زیاده، یعنی اینو دیگه همه دنیا در واقع فهمیدن که آماری که خود جمهوری اسلامی به دنیا ارائه میکنه آمار صحیحی نیست. با وجود این آمار رسمی که اعلام میکنه، خب جزء اولین یا دومین کشور دنیاست که این آمار رو داره انجام میده. بخصوص مواردی رو که اتهام هایی رو که در واقع اعدام میکنه بسیار امروزه از نظر افکار عمومی دنیا خیلی در واقع غیر قابل پذیرشه. یعنی اون چیزی که آقای رئیس فرمودن در کشورهای دنیا حدوداً شاید 45% کشورها هنوز مجازات اعدام رو دارن، مواردش رو بسیار محدود کردن. یعنی تنها مورد در واقع قتل است، و مورد قتل رو هم تازه به زودی اعدام نمی کنن، نگر می دارن. گاهی وقتا فرد اگر تغییر کرده باشه ممکنه حتی بخشش بهش بخوره، موارد اینجوری. ولی توی ایران می بینیم که به چه گستردگی، بخصوص برای موارد سیاسی، یعنی افرادی که فقط فکر دارن، اندیشه مخالف دارن، توی زندان انداخته می شن و گاهی وقتا حتی محکوم به اعدام میشن و اعدام برای اونا اجرا میشه، که این غیر قابل پذیرش از هر نظر. یعنی حالا شاید شما سوالای بعدیتون باشه یا بخوایم روش بحث بکنیم، اینه که اصولا حکومت ها به چه منظوری اعدام رو در واقع انجام میدن. حاکمینی که آقای رئیسی هم فرمودن، خب حاکم در واقع دیکتاتوری است که برای حفظ منافع فردیش این کارو میکنه، ولی ما وقتی یه حکومت رو در نظر میگیریم که یه حکومت قسمت‌های مختلفی داره، از جمله قوه قضاییه داره، باید دید که یا قوه مقننه وقتی حکم اعدام رو اونجا میگذاره به دنبال چه هدفی هست. عمدتاً هدف این هست که بتونن کشور رو، مردم رو ایمن نگه دارن و میزان جرائم رو کم بکنن، و یا اینکه التیامی بدن به خانواده هایی که حالا فردی ازشون کشته شده. همه اینا رو میتونیم با هم بحث بکنیم، ببینیم آیا این اتفاق میفته در
اجرای عدالت، اجرای اعدام، یا اینکه در مواردی که توی ایران اصلا به غیر از موارد قتل اعدام داده میشه چطور، اینا چه تأثیری داره و به چه منظوری انجام میشه؟ خیلی ممنون حسین عزیز، خودتون سوالای خوبی مطرح کردید. اجازه بدید که استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم و به همین سوالها بپردازیم. عزیزان با ما باشید، بعد از چند دقیقه برمیگردیم و در کنار شما این بحث رو ادامه خواهیم داد. شما بیننده آینه هستید. با سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه آینه، خوشحالم که هنوز با ما هستید. در مورد مجازات اعدام صحبت میکنیم و در نهایت در مورد تأثیر این مجازات روی سلامت فرد و روی سلامت جامعه. آیا مجازات اعدام تأثیر مثبت روی افراد داره؟ آیا تأثیر منفی روی افراد داره؟ آیا مجازات اعدام حکومت‌ها رو، دولت رو، سیستم قضایی رو به افراد جامعه نزدیکتر میکنه یا دورتر میکنه؟ توی قسمت اول بیشتر در مورد تاریخچه صحبت کردیم و آقای رئیسی عزیز اشاره کردید که مقدار زیادی از این جنبش لغو مجازات اعدام به در واقع جنبش حقوق بشر ارتباط پیدا میکنه، ولی من وقتی که به تاریخ لغو مبارزه اعدام یا حداقل قانونمندتر شدنش نگاه میکنم میبینم که یه پروسه‌ای که خیلی وقت پیش شروع شد. دکتر ثانی عزیز اشاره کرد به قانون حمورابی که حدود 4000 سال پیش تدوین شد و توی قانون حمورابی همونطور که میدونید حدود 280 تا خطا بود یا جرم بود که تعریف شده بود و از این 280 تا حدود 29 تاش مجازات اعدام داشت، ولی ما میبینیم که در طی زمان این 29 مورد کمتر و کمتر و کمتر شده. مثلا ما در یونان باستان میدونیم که حتی برای دزدیدن تعدادی انگور، یک خوشه انگور، فرد رو میتونستن اعدام بکنن، ولی جامعه بشری خیلی به تدریج حرکت کرد که این موارد رو محدودتر و محدودتر بکنه. به طرز تفکری که پشت این جنبش لغو اعدام هست اگر میتونید یه مقدار بیشتر بپردازید، چه مسائل و مشکلاتی بود که افراد رو سوق داد به این طرف که واقعا اینکه یک جور دیگه ای باید به این مسئله نگاه کنی و نمیشه هر جرمی رو به شکل گسترده‌ای که در گذشته بوده واقعا هر کسی رو به اعدام محکوم کرد؟ بفرمایید آقای رئیس عزیز. خوش میکنم. موضوع بسیار خوبی مطرح کردید. بشر امروز به این نتیجه رسیده، یعنی وقتی بگیم بشر، متفکرین بسیاری از فلاسفه به این نقطه رسیدن که مجازات اعدام و سلب حیات، چه قصاص چه اعدام، استمرار شرارت هست و این شرارت رو باید بهش خاتمه داد و شرارت به خصوص میشه شرارت سیاسی که به سوی حاکمان اعمال میشه. این از یک طرف. از طرف دیگه یک نکته خیلی روشن وجود داره که میشه فوکو به خصوص مطرح میکنه و یک گفتمان خیلی روشن فلسفی وارد میکنه که میگه عدالت بدون شفقت اصلا معنی نداره. و نکته دیگه که مطرح میکنه و فلاسفه خشونت پرهیز به خصوص به اون اشاره دارن این که عدالت بر چوبه دار تعریف نمیشه و محقق نمیشه، بر اساس چوبه دار به هیچ وجه عدالت محقق نمیشه، تنها صورت مسئله پس میشه. از این نظر بحث حقوق بشر وقتی مطرح شد و بحث های عدالت به منزله انصاف هم وارد گفتمان های حقوقی شد. شاید چشم در برابر چشم معنی عدالت بده،
ولی معنی انصاف نمیگه و انصاف در اون وجود نداره. چرا انصاف وجود نداره؟ برای اینکه در حوزه‌های حقوقی و کلا در موضوعات علوم اجتماعی هیچ موضوعی تک ساحتی نیست. ساحت‌های مختلف باعث به وجود اومدن حوادثی میشه که سبب مثلا جنایت میشه. بشر به تدریج به این نتیجه رسید که صرفاً محدود کنه برای جرائم بسیار مهم مجازات اعدام داشته باشه و همچنان سعی کرد که خشونت در اون نباشه، اما به فاصله این که به این نتیجه رسید که جامعه نقش داره در شکل گیری جنایت‌ها و گاهی هم مجازات اعدام ابزار سیاسی میشه در اختیار حاکمان، کما اینکه ما دیدیم که محسن شکاری به هیچ عنوان هیچ قاضی مستقلی نمیتونست اون رو به اعدام محکوم کنه. مجید رضا رهنورد همینطور، سید محمد حسینی، محمد مهدی کرمی، این چهار زنده یادی که به اعدام محکوم شدن و حکمشون اجرا شده در جنبش زن زندگی آزادی، میبینیم که در مورد هیچ کدوم از اینها انصاف رعایت نشده، در مورد هیچ کدوم از اینها مقررات منصفانه و عادلانه اجرا نشده، بهشون فرصت داده نشده تا از خودشون به خوبی دفاع کنن و جامعه و با سرعت حکومت میخواد انتقام بگیره. انتقام شعار مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای رو از این طریق در حقیقت اومد حاکمیت گرفت و این متفکرین میخوان این زمینه انتقام گیری از بین بره و به ریشه های به وجود آمدن به وجود آورنده بعضی از جنایت ها جرائم در مورد این عزیزانی که در اعتراضات بودن که اساسا هیچ جرم جدی انجام نداده بودن یا اگر احیانا هم بوده به درستی رسیدگی نشد که جامعه آگاه بشه چه جرمی انجام دادن، اینا اساسا مجرم نبودن، ولی که در رابطه با حتی کسی که مرتکب جنایت قتل میشه، قتل عمدی درجه اول هم میشه، لازم هست که پیشینه اون مورد توجه قرار بگیره. در نظام‌های سنتی که نظام قضایی جمهوری اسلامی یک نظام کاملا سنتی مبتنی بر آمیزه‌های اسلامی است، چشم در مقابل چشم همچنان وجود داره و نگاه میکنه به قاعده همه یا هیچ، به این ترتیب که شخصی که مرتکب جنایت شده رو نمیاد مطالعه کنه که در چه بستری رشد کرده. شما روانشناسان و متخصصین علوم روانشناسی میتونید کمک کنید به ما اینجا که وقتی انسانی بزرگ در شرایط خطر بزرگ میشه، در شرایطی که دچار تروماهای مختلف در ایام کودکی میشه و رشد مغزی مناسبی پیدا نمیکنه، امکان دست دادن به خشونت وجود داره و این شخص که ممکنه از یک بستر فقر اومده باشه، بستر عدم آموزش جدی اومده باشه، بعد مرتکب این جنایت میشه در حالی که این حکومتی است که باید امکان آموزش، امکان تامین عدالت اجتماعی برای خودش، برای خانوادهش فراهم کرده باشه. حکومت وقتی که جنایتی انجام میشه به جای اینکه خودش رو محاکمه کنه، به جای اینکه سوال در مقابل خودش باشه، به پرسشگری ایجاد میشه که تو چی کار کرده بودی برای این شهروند، این شهروند رو حذف میکنه یا امکانش حذفش رو فراهم میکنه از طریق قانون قصاص به دست خانواده مقتول که ناعادلانه هست و بعد خودش از پاسخگویی فرار میکنه. به این ترتیب در واقع متفکرین فلسفی و اونایی که به خصوص فلسفه حقوق بشر برشون استوار هست به ایده ای رو مطرح کردن که این ایده دقیقا متکی است برای این که عدالت بدون شفقت بی‌معنی است و وقتی میخوای عدالت اجرا کنی باید شفقت رو در نظر داشته باشی و وقتی میخوای شفقت در نظر داشته باشی باید به جزئیات توجه کنی و به شخصیت افراد توجه کنی و نهایتا تصمیم بگیری به جایگاه و مسئولیت خودت، به ارکان متعددی که و عوامل متعددی که ساحت وقوع جرم را یا جنایت را ایجاد کرده را نگاه کنی و اون موقع در موردش تصمیم بگیری و تصمیمی هم که میگیری مبتنی است باشه بر جامعه و یعنی بیر سراغ جامعه و ببینیم که جامعه چی میخواد. البته این موضوع تخصصی است، جامعه ممکنه همیشه موافق باشه با مجازات اعدام، اما موافقت جامعه کافی نیست، باید متفکرین حوزه روانشناسی، حوزه جامعه شناسی
جامعه شناسی و حقوق در کنار هم قرار بگیرن و اونها هستن که میتونن عدالت را به خوبی و انصاف را به خوبی معنی کنن تا بگن که این مجازات به باور من که به شخص معتقدم از 35 سال پیش که دانشجو بودم تا به امروز معتقدم مجازات اعدام یک امر لغو و استمرار شرارت هست و انسان باید بلافاصله اونو متوقف کنه، همه کشورها باید متوقف کنن و با هم بیشتر روش صحبت بکنیم در ادامه. خیلی ممنون حسین عزیز. و مسئله افکار عمومی رو مطرح کردید، افکار عمومی واقعا متغیره. من توی آمریکا راحت‌تر افکار عمومی رو میسنجم. من دیدم که گاه بستگی به شرایط روز، بستگی به اینکه یک جنایت خیلی بدی صورت گرفته باشه، ممکنه تا 80% افراد موافق مجازات اعدام باشن. و مواقع دیگه دیدم که این میزان موافقت به 40% و حتی 30% رسیده. واقعا افکار عمومی میتونه متغیر باشه و خب مطبوعات هم میتونن جهت بدن به افکار عمومی. آقای دکتر سانی عزیز، مطمئنم که روانشناسی هم با خیلی از مسائلی که آقای رئیسی مطرح کرد موافقه. مسئله چند ساعتی بودن یک مسئله رو یا دیدگاه رو مطرح کردن و مسلماً روانشناسی هم از این زاویه نگاه میکنه که وقتی به یک فرد نگاه میکنیم، به اعمال یک فرد نگاه میکنیم، یا حالا من به عنوان یک روانپزشک وقتی به بیمار شدن یک فرد نگاه میکنم، باید جنبه‌های مختلف رو، ساعت‌های مختلف رو در نظر بگیرم. یکی از این مسئله مطمئنم روانشناسی موافقه. و دوم از این زاویه‌ای که هر کسی یک تاریخچه‌ای داره، یک گذشته‌ای داره و تو اون تاریخچه است که رشد کرده و تو اون تاریخچه است که عمل میکنه. معنیش این نیست که فرد مسئولیت رفتارش رو نداره، ولی به هر حال بدون شناخت اون تاریخچه هم نمیتونیم در موردش قضاوت بکنیم. از زاویه روان شناسانه دکتر نگاه بکنید به این مسئله و این جنبش لغو اعدام چه ربطی پیدا میکنه به این درک روانشناسانه فرد و اجتماع؟ بله، واقعیت اینه که جرائم به یه نحوی با اختلالات روانی با هم دیگه ارتباط داره و بعضی از جرائم یا جرمای بزرگی که ارتکاب پیدا میکنه توی جامعه به بعضی از اختلالات شخصیتی مربوطه و از جمله مثلا شخصیت‌های سایکوپاتی که بیشتر جرائم سنگین‌تر مثل قتل رو مرتکب میشن. در موارد دیگری هم بسیار ارتباط وجود داره بین در واقع جرم و اختلال روانی. حالا اختلال روانی منظورم یک اختلال روانی شدید نیست، ولی هر گونه اختلال روانی انسان را از حالت تعادل خارج کنه، میتونه به نحوی در ایجاد مرتکب شدن جرم در واقع بهش کمک کنه. یعنی شاید اون چیزی که ما تو روانشناسی میگیم اختلال قضاوت، وقتی انسان ها پیدا میکنن ممکنه این به صورت موقتی باشه، در یک شرایطی باشه که این اختلال قضاوت ایجاد بشه، یا تحت تاثیر یک ماده ای باشه اختلال قضاوت ایجاد بشه، یا اصولا تحت تاثیر بیماری مزمن ایجاد بشه، به هر حال میتونه فرد رو کمک کنه که دچار یک جرم بزرگ مثل قتل بشه. و یا اینکه باز نگاه عمیق‌تری وقتی ما بکنیم، چیزی که آقای رئیسی هم بهش اشاره کردن، شخصیت انسان اصولا در جامعه و در خانواده شکل میگیره. یعنی وقتی که یک فردی میشه 20 سالش، 25 سالش و این فرد دچار یک مشکل ضد اجتماعی هست، مرتب جرم مرتکب میشه، مرتب به جامعه صدمه میزنه، ما صرفا روی این فرد متمرکز بشیم و بخوایم اون رو مجازات کنیم یا اینکه اون رو بترسونیم که این اتفاق نیفته، یه مقداری ساده انگارانه است. باید برگردیم ببینیم که جامعه چگونه بستری رو فراهم کرده برای رشد این شخصیت و یا اینکه خانواده چه نقشی داشته برای رشد این شخصیت. وقتی خانواده رو هم توجه بهش میکنیم، خانواده هم در بستر جامعه است، یکی از ارکان جامعه است، ارگانهای جامعه است. وقتی که یک خانواده در داخلش روابط نادرستی وجود داره، بچه فراوان تنبیه میشه یا
رابطه درون خانواده رابطه ظالمانه است و خشونت خانگی مرتب ادامه داره. جلوی چشم کودک یا پسر مادرش و خواهرش مرتب کتک میخوره به صورت خیلی خشونت آمیز است به پدر و جامعه هیچ عکس العملی نشون نمیده، جامعه مداخله نمی کنه مبنی بر اینکه خب اون خانواده است، مسئله خانواده به ما مربوط نیست. خب ما انتظار باید داشته باشیم که این کودک که بزرگ میشه انواع و به شکل مختلف اون عقده‌های روانی رو که پیدا کرده بروز بده. اینو ممکنه که به شکل در واقع مکانیزم روانی دیسپلیسمنت، جابجایی از پدرش خشمگینه روی فرد دیگری پیاده کنه، فرد دیگر رو به قتل برسونه. اینه که واقعا اگه ما بخوایم مسئله اعدام رو نگاه کنیم باید به این توجه کنیم که فرد یه قسمتی از مسئولیت وجود داره و بعد جامعه و خانواده یه قسمت دیگه. ولی وقتی که اعدام میایم میکنیم تمام 100% این تقصیر رو میدیم به فرد، حتی در مواردی که جرم این فرد مشهوده و حالا خطابمون اعدام هاییست که برای قتل داده میشه و در واقع جرم جامعه، جرم حکومت، جرم سیستم‌های دیگری رو که مسئول مراقبت از سلامت روانی مردم هستن نادیده می انگاریم و این واقعا منصفانه نیست. یعنی از نگاه در واقع اخلاقی هم به مسئله اعدام نگاه کنیم این قسمت می‌بینیم که تماماً به فرد قاتل یا فرد مجرم بر نمی‌گرده. نمونه هایی رو ما داریم توی کشور آمریکا، یه نوجوان مثلا میره افراد رو توی مدرسه به گلوله میبنده. خب این نوجوان چگونه دست به این کار زده؟ عواملش چی هستن؟ صرفا با اعدام کردن این یا نگه داشتن این میتونیم جامعه رو جامعه خوبی بکنیم؟ اینا مسئله است که باید توجه کرد و به همین دلیل با اشارات که آقای رئیسی هم فرمودن تفکر بشر به اینجا رسیده که صرفاً اعدام کردن یک نفر بعد از اینکه مشخص میشه که این قتل به صورت عمدی انجام گرفته، ما نمیتونیم جامعه رو اصلاح بکنیم و نمیتونیم حتی تعداد موارد رو پایین بیاریم. و از نظر اخلاقی هم علاوه بر اینکه تقصیر افراد دیگر رو در نظر نمیگیریم، یعنی اون چیزی که آقای رئیسی گفتن عدالت رو درست اجرا نمی کنیم، از بابت به اصطلاح جلوگیری از جرم هم هیچ کاری ما انجام ندادیم، فقط خشونت رو مرتبا ما داریم افزایش میدیم و به صورت یک الگوی اجتماعی در میاریم. دکتر سانی عزیز اگه یه اشاره کوتاه هم داشته باشید در مورد شفقت صحبت کردن و انصاف آقای رئیسی عزیز. به هر حال خیلی از افراد ممکنه به دولت به عنوان یک الگو نگاه کنن. وقتی که دولت به عنوان یک الگو یا سیستم قضایی به عنوان یک الگو شفقت رو یا انصاف رو یا رعایت نکنه، این چه تأثیری روی سلامت روان فرد یا جامعه، افراد اون جامعه و خود جامعه میتونه بذاره؟ وقتی زیادی نداریم اگر بله شفقت خب یکی از در واقع این روزا دستبندی میشه روی هیجانات مثبت انسانها که عشق و شفقت گفته میشه که به صورت ذاتی در ما وجود داره و در واقع به ما کمک میکنه که بهتر بزییم و بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنیم. و گفته میشه یکی از رازهای ماندگاری بشر، بشر رو سیو کرد، یکی شفقته. پس ما برای بهتر زیستن به این نیاز داریم و این باید در واقع گسترش پیدا کنه، آموزش داده بشه که انسان‌ها به شفقت خودشون دسترسی پیدا کنن. یکی از منابعی که میتونه اینو گسترش بده و آموزش بده در واقع حکومته و حکومت به عنوان در واقع سرپرست یا بزرگتر یک خانواده در نظر بگیریم، وقتی که این شفقت رو نشون نده خب افراد دیگر این رو یاد نمیگیرن. کاملا گفته به جایی از طرف آقای رئیسی و حتما تأثیر میگذاره روی بهتر شدن روابط انسانها در مقابل انتقام جویی، کینه و نفرت که بیشتر روش تأکید میشه. شفقت بهتر میتونه تأثیر بذاره، روابط انسانها رو بهتر کنه. خیلی ممنون دکتر سانی عزیز. آقای رئیسی عزیز، من سوال راستش خیلی زیاد دارم ولی وقتی نداریم که این سوالها رو مطرح بکنیم. فهم می‌کنم که ارزش داره که
هفته دیگه هم در کنار هم باشیم و این گفتگو رو ادامه بدیم. به نظر من گفتگوی مهمیه، روشی که جمهوری اسلامی اصلاح در پیش گرفته و با مخالفانش به جایی که برخوردی همونطوری که آقای رئیسی عزیز فرمودید با انصاف داشته باشه، با شفقت انسانی داشته باشه، برخوردی از روی خشونت رو در پیش گرفته و به هر حال میدونیم متاسفانه که این روش به جای مفیدی نه برای جامعه میرسه و نه برای رابطه افراد جامعه و دولت نتیجه مثبتی میتونه داشته باشه. امیدوارم که بتونید که هفته دیگه هم با ما باشید و این بحث رو در رابطه با مجازات اعدام هفته دیگه هم ادامه بدیم. ممنون از عزیزانی که با ما هستید و به برنامه ما توجه میکنید و براتون هفته خوبی آرزو میکنم. مراقب همدیگه باشید تا هفته دیگه. بهداشت روان